پروژه زوم میکنم برای اینکه این موضوع سایز خورشید رو بهتون بگم. من الان سایز خورشید رو بزرگ کردم، یه سری تاثیرات دیگه هم داره. اینجا داشته باشیم. خب ببینید، من الان اینجا در واقع سایه ها رو میبینید چقدر تیزه، نیم سایه زیاده، چون آسمون هم کاملا کلیره، آسمون کاملا صافه، هیچ ابری تو آسمون ما نمیبینیم، یعنی هیچ فیلتری نیستش که نور بهش بخوره بخواد سایه ها تو سایه ها نیم سایه ایجاد بکنه. توی هوای ابری معمولا دیدید سایه ها دیگه معلوم نیستن، به خاطر اینکه نور انقدر پخش میشه، مثل همون صفحه پلکسی که گفتیم توی داخل برای آشپزخونه و فلان اینا میذاریم، نور رو پخش میکنه، سایه ها محو میشن. ما اینجا هیچ فیلتری نداریم و به خاطر همین و اینجا منبع نورمون هم تو کوچکترین حالت خودشه. اگر ما بیایم منبع نورمون رو بزرگتر بکنیم، که الان منبع نورمون با سایز مولتی پلیر بزرگتر میشه، مثلا من میذارم روی 15 که کاملا قابل تشخیص باشه. ببینید سایه ها اینجا دیگه تیز نیستن، ما اینجا نیم سایه داریم دیگه، سایه ها دیگه اونجوری تیز نیستن، یعنی یه سری فیلتر که میتونه ابر باشه، میتونه غبار باشه، میتونه مه باشه، جلوی این در واقع چیزهای نور رو، این چی بهش میگن، یه اسمی داره این نقاط نورانی که توی طبیعت تابیده میشه، نه نه نه، به هر حال منظورم که جلوی اون نور رو، جلوی اون منبع نور رو در واقع یه فیلتر ایجاد میکنم. اگه بذارم شوری یک، ببینید دوباره خیلی سایه ها تیز و شارپ تر میشن. این هم بستگی به، معمولا اینم بهتون بگم، ما وقتی که توی غروب خورشید نزدیک خط افق میشه با آلودگی بیشتری مواجه میشه و شما اینجا منطقی هست که توی غروبتون یه خورده سایز مولتیپلتون بیشتر بشه، مثلا بشه 2 یا 3، که یه خورده نیم سایه بیشتر بشه. ولی سر ظهر معمولا ما سایه های شارپ میبینیم، چون معمولا توی 90 درجه قرار میگیره، فیلتر خاصی توش قرار نمیگیره اگر تو حالت نرمال باشه، مهی یا ابر خیلی خاصی نباشه، و سر ظهر مثلا میتونه رو حالت 1 باشه. ولی پیشفازش روی 1 هست، شما هم سعی بکنید خیلی تغییرش ندید، مگر میام تو مواقعی که ببین الان مثلا خورشید خیلی اومده پایین، غروبه، من اینو مثلا این 1 رو میکنم 2 یا 3، که یه خورده نیم سایه تو کارم داشته باشم، یه نه اونقدری که در واقع بخواد مشخص بشه. ولی اگه کارم ابری باشه، من این سایز مولتیپلی میتونم مثلا بذارم رو 50. رو 50 که بذارم شما اصلا که سایه نمیبینید، یعنی سایه ها خیلی محو میشن. یا اگه مثلا بذارم روی 100 دیگه، شما سایه ها به قدری محو میشن که تشخیص نور و سایه از هم بسیار دشوار میشه. الان ما هیچ چیزی تغییر ندیم، منبع نور، قدرت نور همونه، خورشید همونه، فقط ابعاد نور رو بزرگتر کردیم. ابعاد نور بزرگ کردن یه چیز توی فیزیکه ها، یعنی شما مثلا یه چراغ قوه اون ته اتاق داشته باشید، یه نقطه نور نقطه کوچولو باشه، سایه های شارپ اینجا تولید میکنه. اما اگر همون رو ابعاد چراغ قوتون رو بزرگتر بکنید، از همون فاصله بتابه، نیم سایه های بیشتری دارید. این چیزی که توی طبیعت هم داره اتفاق میفته. یه گزینه دیگه است اینتنسیتی مولتیپلیره، که شما توی حالت پیشفاز به هیچ وجه نیازی نیستش که شما اینو تغییر بدید. این قدرت پیشفاز خورشیده. من مثلا بذارم 5، عدد خورشید زیاد میشه دیگه، انقدر زیاد شد دیگه صحنه من سوخت کامل. یا مثلا روی 1/10 میذارم، باز خیلی تاریک شد. این عدد پیشفاز روی 1 درسته، نیازی به تغییر نیستش، یا فاز نچرالش تو فاز رندر رئالمون نیازی به تغییر نیست، این اوکی. یه دونه حالت‌های مختلف اسکای داریم که حالت پیشفازش همین هست. مثلا یه حالتی داریم اوورکست داریم، حالت اوورکست همون هوای ابری اینجا تو پیشنمایش هم داریم می‌بینیم، همون هوای ابری رو برای ما ایجاد می‌کنه، فقط برای اینکه این سایه‌های تیز رو نشته باشیم، چون یه تناقضه، ما اگر هوامون ابری سایه تیز نباید داشته باشیم. میتونید از طریق سایز مولتی پلیر این کارو انجام بدید، روش‌های دیگه هم داره که جلوتر بهتون میگم. مثلا میتونید اینو بکنید 5. این الان تصویر خیلی منطقی تریه، ما توی هوای ابری سایه تیز نداریم، سایه‌ها همه محون، اینا رو با حواستون باشه. این تناقضات توی نورپردازی و مدل آسمون هنرجوامون خیلی دیده میشه، یعنی طرف آسمونشو برداشته خیلی تیره کرده، مثلا ویری اسکاش رو رفته قدرتش خیلی کم کرده، یا سایه ها مثل همین اینجوری که مثلا من بیام اینجا مثلا یه سایه تیز توی هوای ابری داشته باشم، همچین چیزی توی طبیعت اتفاق نمیفته. وقتی که اتفاق نمیفته، کار منو آن نچرال میکنه، کار منو غیر طبیعی میکنه، کار منو رئال نمیکنه. اگه قرار باشه اوورکست باشه، اینو میذارم روی 50، میذارم روی 100 که خیلی اینها در واقع محو باشه. اما حالت عادیش همین حالت این هستش.
خیلی نیاز نیست، اینم نیاز نیست که دست بزنیم. مثلا حالتای دیگه مثلا مثل این، مثلا حالتای مختلفی که مثلا این خط افقی خود شکل آسمان خاکستری تر شده و اینا عوض شده، روی همین حالت اوکی هستش. روی این حالت دو تا گزینه وجود داره که باز اینم تو